سلام و درود هموطنان عزیزم، 16 می 2023 26 اردیبهشت 1402 دوازدهمین روزیه که در بیمارستان هستم و امروز پتکین عزیزو دارم که اومد اینجا و منو عیادت کنه. به جرئت میتونم بگم در طول این 72 روز اعتصاب قضا و این چند 12 روزی که اینجا بودم، پتکین رو یکی از صادق ترین ها در این مبارزه برای آزادی مردم ایران دیدم که بدون هیچ چشم داشتی با انصاف مبارزه میکنه. تا الان پتکین عزیز هر چی دوست داری خودت بگو. این چیزی که من میخوام خطاب به کسایی که وحید رو تخریب کردن یا تخریب میکنن، حالا چه آگاهانه چه اینکه مثلا بازیچه دست جمهوری اسلامی شدن یا چه ناآگاهانه، این هستش که چه بخواین چه نخواهید، کار وحید خیلی تاثیرگذار بودش. تمام رسانه‌های انگلیس از روزنامه گرفته، رادیو گرفته، تلویزیون گرفته، همه کار وحید رو پوشش دادن. 125 تا نماینده مجلس اومدن ازش حمایت کردن. وزیر امنیت بریتانیا باش ملاقات کردش. معاون وزیر خارجه بریتانیا باش ملاقات کردش. 72 روز هستش که جلوی وزارت خارجه کم کرده بود و اعتصاب قضا کرده بود. یک بار و موی دماغ وزارت خارجه شده بود. یک بار وزارت خارجه نیامد بگه که اعتصاب قضاش علکی هستش. 4 تا مشروطه خواه کنارش کم زده بودن، با وحید کنار خیابون میخوابیدن. یکی از اونا نگفتش که اعتصاب قضاش علکی بوده. این همه خبرنگار خارجی اومدن باهاش چندین بار مصاحبه کردن، یکی از اونا نگفتش که اعتصاب قضاش علکی بودش. تنها کسایی که اومدن گفتن که اعتصاب قضاش علکی بوده یه مخرج مشترک داشتن. هیچ کدومشون نیومده بودن وحید رو ببینن و اینا اون قشر خاکستری هستن که در توییتر زندگی میکنن و خیلی آسون بازیچه دست عوامل میشن که هر اقدامی رو میخوان تخریب کنن. بیمارستان پتکین جان، در آخر اینم بگم که بگیم همه اینا هم نفهمیدن، خبرنگارا نفهمیدن، کسایی که کنارش میخوابیدن نفهمیدن، وزارت خارجه نفهمید. 12 روز هستش که توی بیمارستان هستش. کادر درمانی بیمارستان توی این اوضاع که الان تخت بیمارستان نیستش، NHS انقدر از زیر فشاره، کادر درمانی بیمارستان هم نفهمید. فقط شمایی که در توییتر زندگی میکنین فهمیدین. آخه یه خود انصاف داشته باشین.